بعد بفرمایید ما بگیم چه احساسی بکنید از برگشت به ایران؟ بلکه اصل رژیم سلطنتی از اول خلاف قانون و خلاف قواعد عقلی است و خلاف حقوق بشر است، برای اینکه ما فرض میکنیم که یک ملتی تمامشون رأی دادند که یک نفری سلطان باشد. بسیار خوب، اینها از باب اینکه مسلط بر سرنوشت خودشون هستند و مختار به سرنوشت خودشون هستند، رأی اونها برای اونها قابل عمل است. لکن اگر چنانچه یک ملتی رأی دادند ولو تمامشون به این که اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، این به چه حقی ملت 50 سال پیش از این سرنوشت ملت بعد را معین می کند؟ سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق فرض بفرمایید که زمان اول قاجاریه نبودیم. اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندومی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم ما فرض کنیم که رأی مثبت دادند، اما رأی مثبت دادند بر آمحمد خان قجر و اون سلاطینی که بعدها میآیند، در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمد شاه بود، هیچ یک از ما زمان آقا محمد خان را ادراک نکرده. اون اجداد ما که رأی دادن برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رأی دادن که زمان ما احمد شاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در 100 سال پیش از این، 150 سال پیش از این یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته، ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کنه. ما فرض میکنیم که این سلطنت پهلوی اول که تأسیس شد، ما فرض میکنیم که به اختیار مردم بود و مجلس مؤسسان را هم به اختیار مردم تأسیس کردند و این اسباب این میشد که بر فرض این که این امر باطل صحیح باشد، فقط رضا خان سلطان باشد، اون هم بر اون اشخاصی که بر اون زمان بودند. و اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الان بیشترشون، بلکه الا بعض قلیلی از اونها ادراک اون وقت را نکردن، چه حقی داشتند ملت در اون زمان سرنوشت ما را در این زمان معین کند؟ بنابراین سلطنت محمد رضا اولا که چون سلطنت پدرش چیز بود، خلاف قانون بود و با زور و با سرنیزه تأسیس شده بود مجلس، غیر قانونی است. پس سلطنت محمد رضا هم غیر قانونی است. و اگر چنانچه سلطنت رضا شاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی اونها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند؟ هر کسی سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر اون اشخاصی که در
100 سال پیش از این، 80 سال پیش از این بودن، میتوانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنند اونها تعیین بکنند. این هم یک دلیل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونی نیست. علاوه بر این سلطنتی که در اون وقت درست کرده بودند و مجلس مؤسسان هم ما فرض کنیم که صحیح بوده است، این ملتی که سرنوشت خودش با خودش باید باشد، در این زمان میگه که ما نمیخواهیم این سلطان را. وقتی که اینها رأی دادند به این که ما سلطنت رضا شاه را، سلطنت محمد رضا شاه را، رژیم سلطنتی را نمیخواهیم، سرنوشت اینها با خودشون است. این هم یک راه است از برای اینکه سلطنت او باطل است. بنابراین آیا یه ملتی که فریاد میکند که ما این ملت، این دولتمون، این شاهمون، این مجلسمون بر خلاف قوانین است و حق شرعی و حق قانونی و حق بشری ما این است که سرنوشتمون دست خودمون باشد، آیا حق این ملت این است که یک قبرستان شهید برای ما درست بکنند در تهران، یک قبرستان هم در جاهای دیگر؟